مناظره جنجالی دو عقدان درباره اعدام معترضان حوادث اخیر و ایرادات اساسی قانونی و فقهی که یکی از این حقوقدان‌ها به قاضی پرونده محسن شکاری و صدور حکم محاربه و اعدام میاره. با ما تو این ویدیو همراه باشید، مستندات و صحبت‌های این وکلا و حقوقدان‌ها رو با هم میشنویم. سلام به همراهان همیشه کانال زرد تیوی، به کانال خودتون خوش اومدید. محسن برهانی، استاد حقوق جزای دانشگاه تهران، یک شنبه 20 آذر در یک مناظره به دعوت بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق حکم محاربه برای محسن شکاری رو رد کرد و پرسید که چطور با توجه به اشکالات متعدد حقوقی به این حکم قاضی دوچار شبهه نشد و این حکم و حکم اعدام رو صادر کرد. در طرف دیگه این مناظره جلیل محبی، عضو هیئت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس، قرار داشت که از حکم دادگاه و تصمیم قاضی دفاع کرد. او گفت حکمرانی این شکلی است که نمیتوانیم هی بگوییم حکم براءت، در حالی که کل دادگاه رو ندیدیم، پرونده رو نخوندیم و امنیت رو هم نمیدانیم که در خیابان به چه شکلی بوده. آقای برهانی 8 اشکال از جمله 5 اشکال با توجه به عنصر مادی جرم و 3 اشکال در رابطه با عنصر روانی حکم محاربه محسن شکاری وارد کرد. محسن برهانی در روزهای گذشته انتقاد خود رو با گزاره‌های علمی نسبت به صدور حکم محاربه محسن شکاری از معترضان اعتراضات سراسری مهر ماه امسال که به اعدام محکوم شد اعلام کرده بود. انتقادات او که با پاسخهای متفاوت سایر اساتید مواجه بود، زمینه لازم رو برای طرح مباحث علمی در افکار عمومی پدید آورد. در مقابل جلیل محبی که سابقه تدوین مواد قانون حقوق جزا در پژوهشکده قوه قضاییه رو هم داره، به دفاع از قاضی دادگاه و صدور این حکم پرداخت. در این مناظره محسن برهانی به اهمیت خون مسلمان پرداخت و حکم اعدام رو حائز شرایط خاصی دونست که فقها و مجتهدان شیعه شرایط سختگیرانه ای رو نسبت به اون گفتن. برهانی با اشاره به جزئیات نظر فقهای شیعه درباره جرم محارب گفت مشهور فقها اجماعا این است که بر اساس آیه قرآن که سلاح رو میکشد برای اینکه مردم را بترساند، بر اساس همین کلیپی که از آقای شکاری منتشر شد، شاهد گفت که سلاح رو در غلاف گرفته بود. خودش گفت دوستم گفته بیا راه رو ببندیم، ماموری رو بزنیم. آیا هدف ترسوندن مردم است؟ پس اولا تشهیر سلاح در وسط ستارخان نبوده، یا حداقل وقتی که اونو در آورده نبوده. اینکه اگه من برای شخص خاصی سلاح کشیدم، آیا شخص خاص موضوع جرمه؟ وی با استناد به گفته‌های محسن شکاری ادامه داد مأمور میآید، چاقو رو میکشد و ضربه رو وارد میکند. اگر هدف ترساندن مردم است، چرا زودتر چاقو رو در نیاورده؟ مجرم محترم گفتش که اطلاعات رو از جزئیات پرونده ما نداریم و تنها اطلاعات ما همین کلیپه. تردید نکنید اگر سر سوزن مطلب دیگه‌ای در تایید محاربه وجود داشت، حتما منتشر میکرد. در مقابل این صحبت‌هایی که برهانی انجام داد، جلیل محبی با پذیرش این گزاره برهانی اذعان کرد که افرادی که قانون جزا و به ویژه مواد مرتبط با مجازات های حدود و دیات و قصاص رو نوشتن، احکام فقهی رو مطالعه کردن و در حال حاضر علارغم تفاوت نظر قانونگذار قطعی با نظر برخی فقهای شیعه، اجرای قانون وظیفه ماست و قاضی دادگاه محسن شکاری بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی که تایید شورای نگهبان به عنوان مرجع انطباق قانون با شرع را داشته عمل کرده است. در این مناظره رویکرد کلی محسن برهانی حمایت از حقوق متهمان بعد از دستگیری است و رویکرد جلیل محبی رویکرد حاکمیتی مبنی بر اهمیت امنیت در جامعه است. محبی بارها در این مناظره از قوه قضاییه انتقاد میکنه و اعتراض داره که دادگاه‌های ایران چرا به صورت علنی از تلویزیون پخش نمیشه. حتی از پیشنهاد تأسیس تلویزیون دادگاه به عنوان یک آرزو یاد میکنه و خطاب به قوه قضاییه میگه التماس میکنم دادگاه رو از تلویزیون پخش بکنید. همونطور که گفتم این مناظره به دعوت بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق برگزار شد و چند جا هم دانشجویی که حالا توی اونجا حضور داشتن برای محسن برهانی کف زدن که او از دانشجوها خواست که این کار رو انجام ندن تا بحث جلسه علمی بمونه و به حاشیه نره. بریم بخشایی از این مناظره رو ببینیم. تردید نکنید
اگر سر سوزن مطلب دیگری به نفع محاربه وجود داشت در این کلیپ پخش شد. تمام کلام همینه. هیچ چیز دیگری نیست. هیچ امر دیگری وجود نداره. پس در رفتار مجرمانه در کشیدن سلاح شک کست تحقق پیدا نکرده. در این که متعلق چیست؟ متعلق مردم است یا فردن واحدا مشکوک است موضوع تحقق پیدا نکرده. سالسن مگر قانون مجازات نگفت به قصد جان، مال، ناموس یا ارعاب کدومش محقق شد؟ میگن اونجا مغازه ها رو بسته بودن، بسته بودن مغازه ها به خاطر شلوغی اونجا بود نه ضربه او. کسی که در برابر مأمور سلاح میکشه یعنی میخواد با حکومت تقابل کنه، اساساً از ایته محارب خارجه، چون تقابلش با حکومت نه با ناس. آیا من انگیزه‌ام انگیزه شخصیست یا عمومی؟ بعد این چه امنیتیه که ناامنی در محیط 14 طبقه خورده؟ جرمه. اما محاربه نیست آقا. الان ببینید 5 تا اشکال بر عنصر مادی، 3 تا اشکال بر عنصر روانی. یعنی خدا پدر قاضی محترم و شعبه دیوان شبهه نشد؟ 6 اشکال وارد شبهه نشد بازم؟ بابا دمت گرم. چل جبل راسقی آقای عموزا تو شعبه 20 به اشکال برای تردید ایجاد نشد. بگید اینا شوخیه، بگید در موقعیت اساس کنونی تمام قواعد فقهی و اصولی رو باید قیمه قیمه کنی. بگید خیال ما راحت کنید آقا، ما هم دیگه میرید دانشگاه درس نمیدیم، نمیگیم اینا از فقه منور شیعه آمده. دوستان در بحرانه که باید قواعد حقوقی فقهی رو نگه داریم. قواعد حقوق فقهی که فقط برای دوره عشق عاشقی نیست، برای صفا و صمیمیت نیست، که در بحرانی که قواعد رو باید بیستیم، فریاد بزنیم، هزینه بدیم، بعد بکشیم طرف رو. نصف جمعیت ایران که چی شد کشتنش؟ میگن حکم خداست، هزینهش رو جعفر ابن محمد باید بده. اینطور نیستش که ما بیاییم لیخافت ناس رو مستمسک و معیار محاربه قرار بدیم. قشنگ از بغل به قصد جان و به قصد مال و به قصد ناموس بگذریم. اون چیزی که مد نظر قانون گذار بوده در ماده 279 کشیدن سلاح به قصد جانه، نکشتن. کشیدن سلاح به قصد جان، شو این جان نفسه، ترجمه نفسه تو کتب فقهی. ترجمه نفس تو کتب فقهی به معنای قصد قتل نیست، عمدتاً به معنای صدمه به طور کلیه. بعضی جاها در کنار صدمات جزئی آمده، بعضی جاها نه به طور کلی آمده. بحرانی این شکلیه که نمیتونی بگی بگی حکم براءت، بگی قاعده در، بگی شبهه وجود داشته در حالی که کل دادگاه رو ندیدی، پرونده رو نخوندی، امنیت هم نمیدونیم تو خیابون چجوری. خب دوستان، این بودش صحبت‌های این حقوقدان‌ها و مستندات و دلایلی که برای اشتباه بودن حکم محاربه و اعدام غیرقانونی محسن شکاری آوردن. نظر شما چیه؟ حتما نظرتون رو برای ما تو بخش کامنت ها بنویسید و بهمون بگید حق با کدوم سمت این مناظره است. آیا اعدام‌های با این سرعت و بدون حتی اطلاع رسانی به خانواده ها و بستگان درجه یک به نظرتون کار درستی هستش؟ به نظرتون معترضان بیشماری که حالا توی
ماهای اخیر بازداشت شدن صدور همچین حکمهای سنگینی براشون کار درستی هست یا نه. حتما نظرتون رو برام تو بخش کامنت ها بنویسید. یک دنیا هم سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوهایی که روی صفحه هست رو تماشا بکنید.